این تیتر روزنامه صبحشونه، وزارت خارجه در سیطره دو تابعیت. یا بازم براتون بخونم، سایت آقایون امروز تیتر زده مذاکرات بی فرجام. بله آقا جون، این طرف روزنامه ها و سایت های خبریشون، اون طرف هم یه سریال ساختن، کلن پنبه توافق زدن. گاندو سراسر دروغ یا نمایش خیانت، مجادله دولت ایران و نهادهای امنیتی بر سر سیاست خارجی در یک سریال تلویزیونی. از یک تحلیلگر میپرسیم که آیا گاندو دولت را ضعیف نشان میدهد یا نهادهای امنیتی را متوهم؟ و همینطور از جیسون رضاییان میپرسیم که آیا نهادهای امنیتی از بازداشت دو تابعیتی ها بهره مورد نظرشان را بردند؟ همچنین در برنامه امشب، چراغ سبز آمریکا برای لغو تحریم های مغایره برجام، ایران از احتمال شکستن بن‌بست مذاکرات میگوید. بگو مگو در سپاه بر سر شرایط اعلام کاندیداتوری فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا، علنی شدن اختلاف های داخلی این نهاد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نشانگر چیست؟ بر روایت زنان کرد که غم نان آنها را به کولبری کشانده، نان محلی به عراق میبرند و چای بلغور به ایران میآورند. همینطور نگاهی به خاطرات موسیقی کوچه بازاری دهه 20 تا 40، روزهایی که گیشه سینما ایران در تسخیر ستارگان موسیقی رادیو بود. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در ایران پخش سریالی متوقف شده که فصل دوم آن مثل فصل اول گلایه، شکایت و حتی فریاد وزیر خارجه را درآورد. سریالی که حمله بی امان به دستگاه دیپلماسی حسن روحانی رئیس جمهوری قلمداد شده، حمله از طرف نهادهای قدرتمند با بدبینی عمیق به آمریکا، بریتانیا و در مجموع غرب. سریال گاندو یک مجموعه تلویزیونی حادثه‌ای از نوع جاسوسی است با یک پیام سیاسی امنیتی روشن. در هر دو فصل این سریال وزارت خارجه سهلنگار و عالی‌ترین مقام‌های آن احتمالاً در رده وزیر ساده لوح، بی ارزه و ناتوان تصویر می‌شوند. چه داستانی پشت توقف فصل دوم سریال گاندو، آن هم بعد از 13 قسمت است؟ در حالی که شخص وزیر خارجه قبلا یک بار به آیت الله خامنه ای رهبر ایران شکایت برده بود، چطور تولید این مجموعه ادامه پیدا کرد؟ گاندو تا حالا چه پیامی رسانده؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از مهرزاد کهنروز. فصل احیای برجام است، فصل مذاکره و نشستن بر سر میز معامله با قدرت ها. دولت میخواهد برای برداشتن تحریم ها گفتگو کنند. مخالفان اما دوباره دست به کار شدند، این بار با گاندو دو. سریالی اطلاعاتی امنیتی در ژانر اکشن. تهیه کننده مؤسسه شهید آوینی است، یک چهره در تیم هیئت مدیره، مهدی طائب، چهره برجسته مخالف دولت و حسن روحانی. وقتی که ایشونی حرف زد رئیس جمهور شد، گفتم ایشون دست به طلا بزنه آهن میشه، برکت از کار ایشون رفت. هزار مرتبه بگه علا برکت الله، بابا والله امروز نه گوش کم داری نه مرغ کم داری، هیچی کم میگرانه علا برکت الله. مهدی طائب فرمانده قرارگاه راهبردی عمار است، کار ویژه مقابله با آنچه مقام های ایران جنگ نرم میخوانند. از سکانس آغازین سریال مشخص است. الان کجایی؟ نشونش بده کجایی؟ انتقال روح الله زم، روزنامه نگار مخالف نظام، به داخل ایران. پیامی محکم و مشخص به دوست و دشمن. باید بری خراسان، بچه های استان یک کیس جدید پیدا کردن که از نظر من
خیلی مهم و پیچیده است. سریال بلافاصله همون اواسط قسمت اول حرف آخر را میزند. ایران در معرض نفوذ است. ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی. دقیقاً. من نمیدونم این دولت چرا بین شیعه و سنی اینقدر فرق میذاره. فقط این وسط دو سه نفر لازمه که جلوی معترضین در بیان. حتی شده باشون درگیر بشه. اینجا تصویری از مثلا دفتر گروه اقدام ایران، اتاق وضعیت. جنتلمن، رقبا و دشمنان به دنبال راهی برای متوقف کردن حرکت هسته ایران. پس فقط میمونه تمرکز بر تداوم پلن سی که با فشار حداکثری اقتصادی ایران مجبور به مذاکره مجدد با شرایط جدید بشه، با اهداف حذف همیشگی انرژی هسته‌ای از برنامه‌های توسعه ایران. رئیس میز ایران در MI6 تقاضای ملاقات فوری و محرمانه با فرمانده نیروی دریایی ارتششون رو کرده. مأموریت این بار گویا بر عهده بریتانیاست. مأموریت اخلال در ترکینگ دریایی ما در خلیج فارس به انگلیس واگذار شده. بعد جلوشون گرفت. واقعا اگه بخواد سریال گاندو تیر انتقاد را مشخصا سمت وزارت خارجه نشانه رفته. این تیتر روزنامه صبحشونه. وزارت خارجه در سیطره دو تابعیت. یا بازم براتون بخونم؟ سایت آقایون امروز تیت زده مذاکرات بی فرجام. در نظر سازندگان این وزارتخانه حفره امنیتی اطلاعاتی نظام است. میناست. مینا تیریته است. در این سریال چهره‌های نزدیک به تیم مذاکره متهم می‌شوند که یا عامل MI6 هستند یا در حال معامله بر سر اطلاعات حساس کشور. تازه این اطلاعات به درج دیگه می‌فروشه. فکر کردی من خبر ندارم؟ چه ربطی داره؟ مشتری نیستی. توقف بیجا مانع کسب است. یک کلام، 12 تا دیل. دیل. میزنم به حسابت. فعلا. منتظرم. بای. در گاندوی دو، مقام‌های اطلاعاتی امنیتی نگران اوضاعند. آقا ببخش، من یه سوال داشتم. چه سوالی؟ اگه یکی از همون بپرسه مشکلمون با FATF چیه، چی باید بهش بگیم؟ و نگرانی را بی پرده میگویند. مردم عادی میدونین این روزا انقدر رسانه‌ها و اخبار و مطبوعات و شبکه‌های ماهواره‌ای هی میگن FATF. واقعا یکی هست با زبون ساده به مردم توضیح بده که مشکل ما با پیوستن به FATF چیه؟ ببین فرشید، آمریکا دنبال فلج کردن ایرانه. این حقیقت. FATF یه معاهده استعماریه، دستورات و توصیه‌هاش استعماریه. ایران هم نمیخواد زیر باری همچی فشاری بره. چرا؟ چون غربی‌ها چیزی رو که نشون گرفتن سفره مردم ماست، امنیت مردم ماست. دقیقاً. ایران در شرایط حساسی است. بنبست سیاسی و فشار اقتصادی شکاف در جامعه بین مردم حاکمیت را بیشتر و بیشتر کرده. حاکمیت از این امر آگاه است، اما راهی پیش رو ندارد جز یک دست کردن اجزای نظام. یکی از راه‌ها شاید ساختن سریال‌هایی مثل گاندو، بازسازی چهره سپاه و حفاظت اطلاعات این ارگان، تلاشی برای آشتی با نسل جدید، قوت قلبی برای هواداران نظام و پیامی واضح برای مخالفان. هرچند در این سریال چیزی از حفره‌های خود حفاظت اطلاعات و دعوای جناحی و موازی دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی خبری نیست. اینکه چه شد پدر موشکی ایران در انفجار ملارد کشته شده، چه شد که نماد نفوذ نظامی منطقه‌ای ایران در عراق ترور شد، و چه شد که پدر برنامه هسته ایران محسن فخری‌زاده در روز روشن در حوالی تهران به رگبار بسته شد. سریالی که داد وزیر خارجه را درآورده. او میگوید این سریال از اول تا آخر دروغ است و باعث بی‌اعتمادی در کشور شده. اطلاعات ما نشون میده محمد علی موساپور با والتر بینکینسون ارتباط داشته. جمعه 13 به در 13مین قسمت سریال پس از 20 دقیقه پخش متوقف شد. 26 دقیقه طول کشید تا پخش دوباره شروع شود. نشانی شاید از فشار پشت پرده. انتخابات ایران نزدیک و مذاکره برای برجام در شرف. داستان به جایی رسید که نه هیجانش برای دولت قابل تحمل بود و نه فشار دولت بر صدا و سیما. گاندو جایی تمام شد که باید تازه از آن شروع می شد. ورود مأمور MI6 به خاک ایران. مرسد کهن روز، BBC.
مهدی خلجی پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از واشنگتن با ما هستن. آقای خلجی، بد نیست از توقف شروع بکنیم. به نظر میاد که کشمکشی اون پشت جریان داشته، درسته؟ بله، طبیعتاً آقای روحانی خودش از نیروهای امنیتی است و میتونه از ابزارها و اهرم‌های استفاده کنه برای متوقف کردن این داستان، و به هر حال میتونه تهدید کنه که یک سری وقایع و حقایقی رو بیان بکنه که تا حالا بیان نشده. ولی اینطور به نظر میومد که بعد از سری اول و بعد هم بعد از قسمت 13 فصل دوم، دولت یا حتی شخص وزیر خارجه زورش به کارگردان یا مجموعه ای که پخش میکردند این سریال رو نمیرسید. بله، نویسنده اصلی سناریوی گاندو بیش از هر کس دیگه آقای خامنه ای هست. یعنی خط داستان همون روایتی رو دنبال میکنه که آقای خامنه ای تار و پود اون رو بافته. آقای خامنه ای همونطور که برای چندمین بار اخیراً گفت، برجام یک تجربه شکست خورده است. در نظام های توتالیتر هم دروغ نمیگن. یعنی اگر حکومت گفت برادر شما مرده، در حالی که برادر شما نمرده، برادر شما باید کشته بشه تا حرف نظام توتالیتر دروغ از آب در نیاد. خب اگر بپذیریم که تجربه برجام شکست خورده است، چه کسی مسئول اونه؟ نمیشه که آمریکا تنها مسئول اون باشه، چون که این به معنای اعتراف به تفوق و برتری سیاسی و نظامی و امنیتی آمریکا بر ایران هست. پس باید بپذیریم که دشمن خیلی قوی نیست، ولی اگر موفق شده به دلیل وجود خائنین خودی و نفوذی‌های در بدنه تصمیم گیران دولتی هست. خب به خاطر همین می‌بینید شما از چند سال پیش آقای عبدالرسول دوری اصفهانی، نماینده بانک مرکزی و مسئول امور بانکی تیم مذاکره کننده هسته ایران با گروه 5 به اضافه 1 بازداشت میشه به جرم جاسوسی و دادن اطلاعات به دولت متخاصم، و همینطور آقای سیامک نمازی و پدرش که خودشون از کسانی بودن که به نوعی در پختن این معامله و برجام نقش داشتن، اون هم بازداشت میشه و همچنان در بازداشت هست. بنابراین باید اثبات بشه این ماجرا به نحوی، آقای خامنه ای باید حرفش اثبات بشه، و این سناریو، این سریال سعی میکنه حداقل در عالم مجازی و عالم ویرچوال این رو اثبات بکنه. دولت ضعیف نشون داده میشه، دستگاه دیپلماسی فشل هست از منظر کسانی که گاندو رو کارگردانی کردند. این تا اینجا آیا واقعا همون پیام رو میرسونه؟ به این معنا که خیلی وقتا بیننده ها، خیلی وقتا مخاطبین واقعا اون چیزی که گفته میشه رو برداشت نمیکنن. آیا برای خود حکومت پیامدی نخواهد داشت بر فرض اینکه این روایت هم پذیرفته بشه؟ ببینید، آقای خامنه ای رسما خودش متهم کرد گروه مذاکره کننده رو به اینکه گول خوردن. یعنی آقای خامنه ای دقیقا خط این سریال رو آقای خامنه ای داده. هیچ چیزی نیست در این سریال گفته شده باشه که قبلا به نوعی آقای خامنه ای اون رو بیان نکرده. آقای خامنه ای معتقد هست که این گروه هسته ای بسیار آدم های خوبی هستند، منتها اینها رفتن اونجا و گول خوردن و آمریکا از سادگی اینا استفاده کرد و برجام به اینا فروخت. خب حالا اینا یک مرحله هم جلوتر رفتن در عمل و یه عده هم بازداشت کردن به جرم جاسوسی، وگرنه تمام این ماجرا چیزی است که از طرف آقای خامنه‌ای هدایت شده. و شما یقین داشته باشید در یک مملکتی که آب نمیشه خورد در تلویزیونش یا در رسانه‌هاش بدون اجازه نیروهای امنیتی یا حکومتی، امکان نداره یک همچین سریالی ساخته بشه بدون اینکه آقای خامنه‌ای شخصا اون سریال رو ندیده باشه و تأیید نکرده باشه. اینی که من به شما میگم این تحلیل نیست، این یک فکت. اینی که تا این حد از نظر شما دولت تحت فشاره، به معنای این است که گویا نه فقط چند چهره بلکه یک جناح یا یک تفکر در معرض انتقاد و حتی حذف جناح میانه رو؟ قطعا همینطور هست. جناح آقای یعنی آقای روحانی همان سرنوشتی رو خواهد داشت به زودی که رئیس جمهوران پیشین ایران داشتن. یعنی تبدیل میشن به آدم های منزوی که حتی شاید از حقوق اولیه شهروندیشون هم محروم بشن. احتمالاً بعد از ریاست جمهوری آقای خامنه ای یک سری از اطرافیان آقای
روحانی بازداشت بشن، همونطور که یک سری از اطرافیان آقای خاتمی بازداشت شدن، همونطور که یک سری از اطرافیان آقای احمدی نژاد بازداشت شدن، همونطور که یک سری از اطرافیان آقای رفسنجانی بازداشت شدن. بنابراین ما یک الگویی داریم که این الگو تکرار میشه. اما یه نکته هم توجه داشته باشین که یکی از مهمترین اهداف تضعیف دولت آقای روحانی فشار آوردن بر آمریکاست، یعنی عکس این ماجرا رو من میگم. فشار آوردن بر آمریکا نیست که موجب تضعیف بر تضعیف دولت آقای روحانی میشه، این عکسش هست. یعنی که اینها یک پیامی میدن به غرب که شما نمیتونید با گروه‌های میانه رو مذاکره کنید و با اونها به توافق برسید و اونها رو به قدرت برسونید. فکر نکنین که اگر شما با آقای روحانی مذاکره کردید، حتی اگر توافق رو هم امضا کردید، در داخل ما به او اجازه خواهیم داد که او در داخل قدرت پیدا کنه. بنابراین یک استدلالی هست در غرب همیشه که آقا بیاین ما با میانه روها مذاکره کنیم که میانه روها در ایران تقویت بشن. این استدلال غلطه، به خاطر اینکه هر موقع این اتفاق افتاده، اتفاقا میانه روها در ایران چوبش خوردن و مجازات شدن. هیچ موقع مذاکره با میانه روها به قدرتمندی میانه روها در ایران منجر نشده. بنابراین این آمریکا رو با یک گزینه بیشتر رها نمی‌کنه و اون این هست که شما به جای مذاکره با میانه روها یا تلاش برای تقویت میانه روها که فکر می‌کنید اینها در آینده نظام جمهوری اسلامی رو به یک حکومت عادی و یک بازیگر عادی در منطقه تبدیل خواهند کرد، شما چاره‌ای ندارید جز اینکه با تندروها مذاکره کنین و با تندروها کنار بیاین. و این اتفاقی است که داره میفته، یعنی به زودی آقای روحانی صندلی ریاست جمهوری رو ترک خواهد کرد و ما یک رئیس جمهور جوان حزب اللهی خواهیم داشت که او چشم و چراغ آقای خامنه‌ای خواهد بود و او هست که قرار هست که با غرب مذاکره بکنه و در حقیقت غرب خودش رو با یکی از رادیکال ترین و تندروترین گروه‌ها و سازمان جریان‌های موجود در جمهوری اسلامی می‌بینه که باید کنار. بسیار ممنونم از مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از شهر واشنگتن دی سی با ما. جیسون رضایان خبرنگار واشنگتن پست که بین سالهای 1393 تا 1394 18 ماه در ایران زندانی بود هم از شهر واشنگتن با ما هستن. آقای رضایان، در فصل اول سریال گاندو بخش بزرگی از داستان حول شخصیتی میچرخید که بدل شما بود یا مشابه شما بود. الان هم دوباره همون شخص یا همون بدل در فصل دوم دیده میشه. چه برداشتی دارید؟ آیا دیدید اون رو؟ First of all، سلام به همه و سالانه مبارک. چون موضوع مهمی هستش، بهتر که جوابم با انگلیسی بدم. Thanks for the question. I really appreciate it. مرسی از سوالی که مطرح کردین، متشکر هستم. خیلی اتفاق نمیفته که من بخوام نقل قولی بکنم از یک مقام یا مسئولی در جمهوری اسلامی ایران، اما نقل قول میکنم از آیت الله خامنه‌ای. واکنش من نسبت به سریال گاندو اینه: هیچی. دلیلش هم این هستش که این سریال هیچ مبنایی در واقعیت نداره، هیچ چیزی شبیه تجربیات من نیست، شبیه تجربیاتی که من میشناسم نیست. در این حال که من میدونم این سریال پخش شده، در این حال که میدونم یک شخصیتی توش هست که قرار نقش من رو بازی میکنه، حتی اگه شما نگاه بکنید من یه ذره چاقتر هستم، کموتر هستم از اون شخصیت. حالا جدا از این به کنار، هیچ ارتباطی با زندگی من یا تجربیات من این سریال نداشته. شما مدتی است که به دنبال این هستید که فشار بر حکومت ایران وارد بشه برای اینکه از دوتابعیتی ها به عنوان اهرمی در چانه زنی های سیاسی استفاده نشه، کسانی که گرفتار میشن در ایران. به نظر میاد که این ادامه پیدا کرده. فکر میکنید که به خاطر این است که مثلا در مواردی از جمله مورد شما حکومت نتیجه گرفته از اون؟ من واقعا نمیدونم که ذهنیت این گروگانگیری از طرف مقامات ایران چیه، چی تو مغزشون میگذره. تا اونجایی که من میتونم بگم اینه که هزینه‌ای که برای ایران
این گروگانگیری ها داشته، هزینه که به اعتبار ایران داشته خیلی بدتر از فوائدی هستش که میتونه داشته باشه. اما میدونم بعضی در داخل سیستم هستن که فکر میکنن این کارشون هم خیلی فایده داره، ولی واقعیت این هستش که هرچند تضعیف میکنه موقعیت رقیبان کسانی که فکر میکنن این مسئله براشون فایده داره، بعضی موقع هم میتونه قدرتشون زنیشون رو نسبت به کسایی باشون مذاکره میکنن جلو ببره. این ذهنیت هستش که بخشی از حکومت ایران از زمان گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکای اول انقلاب به دنبال کرده تا به الان. خیلی از متحدان آمریکا تا الان این رو یک مسئله آمریکایی تلقی میکردن، میگفتن این مسئله هستش که واقعا ایرانیایی که تابعیت آمریکا هم دارن یا شهروندان آمریکایی فقط بهش دچار میشن. اما حالا میبینیم شهروندان بریتانیایی، شهروندان کانادایی، اتریشی، فرانسه، استرالیا، تمام شهروندان مختلف کشورهای غربی توسط حکومت ایران به گروگان گرفته شدن. واقعیت اینه که این مشکل ایران هست. جامعه بین‌الملل باید گرد هم بیاد و سعی بکنه که به این مسئله و موضوع پایان بده. مهمان قبلی ما به سیامک و باقر نمازی اشاره کرد. اونها هم دو تابعیتی هستند، در ایران زندانی هستند. ممکنه که کار به جایی برسه با توجه به اینکه در مورد شما هم همزمان با گفتگوها شما آزاد شدید، اونها هم در گفتگوهای جدید موضوعشون مطرح بشه و از گرفتاری آزاد بشن؟ من مطمئن هستم که این مسئله مطرح خواهد شد. واقعا امیدوار هستم اصلا قبل از مذاکرات اینها را آزاد بکنن. اصلا نفس دستگیری سیامک نمازی 2000 روز پیش دستگیر شد، زمانی که من هنوز در بخش دوی الف اوین نشسته بودم، یه بخشی که معروف هستش که زیر نظر اطلاعات سپاه است. در همون زمان من میدونستم که آقای نمازی دستگیر شده. موقعی که من آزاد شدم او رو آزاد نکردند. واقعا وحشت آوری که 2000 روز گذشته نه تنها او آزاد نشده، خیلی های دیگه دستگیر شدن، بعضی ها رو آزاد کردن، ولی آمریکایی های مختلفی هستن که در زندان زیر نظر اطلاعات سپاه در بازداشت هستند، مثل پدر خود سیامک نمازی، مراد تاهباز و خیلی دیگه. همه اینها باید آزاد بشن. دغدغه من این هستش که اینها آزاد و سالم رها بشن. اما مهمتر از همه این هستش که ما چی کار میتونیم بکنیم که جلوی این رویه حکومت ایران رو بگیریم، این دیپلماسی گروگانگیری رو. مهمترین سوال اینجاست. و در نهایت من میخواستم بازم برگردم به این سریال. گویا قهرمان فیلم بازجوی شما بوده. هیچ شباهتی بین یکی از بازجوهای خودتون با شخصیتی که تصویر میشه در این فیلم میبینین؟ مطلقاً هیچی، هیچ شباهتی همونطور که به شما گفتم وجود نداره بین شخصیت‌های این فیلم و من. شخصیت مایکل و من جیسون رضاییان، یا شخصیتی که تو اون فیلم اسمش محمد هست، یا اون بازجوی من که من به عنوان کاظم میشناختمش. من میتونم به شما بگم تا اونجایی که تجربیات من با اطلاعات سپاه منتشر شده اینه که اونها واقعا آدمهای خیلی باسوادی نیستند، زیاد به اون چیزی که در دنیا میگذره آگاه نیستند، اطلاعاتی درباره بحث‌های حقوقی ندارند و اصلا نفس چنین سریالی باید برای مردم ایران نگران کننده باشه. این فصل جدید اومده مثلا داستان دستگیری روح الله زم رو رومانتیزه کرده، با این لحن حماسی ازش تعریف کرده و بعد کسی که گرفتن دستگیرش کردن، ازش اعتراف گرفتن، اعدامش کردن. این که دیگه حماسی سازی نداره، واقعا مضحک هستش چنین سریالی و همینطور نقض قوانین بین الملل محسوب میشه. ممنونم از جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست که بین سالهای 93 تا 94 در ایران به مدت 18 ماه زندانی بود. رئیس جمهوری ایران میگوید شکستن تحریم‌های آمریکا یکی از اولویت‌های دولت در 4 ماهی است که از عمر آن باقی مانده. همزمان وزیر خارجه ایران در توییتی از فرانسه و طرف‌های اروپایی خواسته اطاعت از تحریم‌های به گفته او غیر قانونی آمریکا را متوقف کنند. ایران، آمریکا و کشورهای طرف برجام قرار است هفته آینده در وین گفتگوهایشان را از سر بگیرند.
هدف رسیدن به توافقی نهایی قبل از روی کار آمدن دولت بعدی در ایران است. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. از روز سه‌شنبه شروع دور تازه‌ای از مذاکرات ایران و آمریکا در وین، شاید اینجا در هتل کوبرگ. این بار اما مذاکراتی غیر مستقیم با کمک اتحادیه اروپا به عنوان واسط. هدف رسیدن به توافقی برای برگشت ایران و آمریکا به تعهداتشان در توافق هسته‌ای قبل از روی کار آمدن دولتی جدید در ایران. ما 4 تا هدف داریم تو این 4 ماه، اونا رو همه با همه قدرت دنبال میکنیم. مقابله با این ویروس است، مسئله تحریم اقتصادی است که باید این تحریم رو بشکنیم. تصمیم به شروع مذاکرات دیروز اینجا گرفته شد در نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام. با وجود این ایران مصر است که هیچ مذاکراتی مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا وجود نخواهد داشت. ما فقط با اعضای برجام مذاکره میکنیم یا گفتگو میکنیم و همین اعضایی که الان به عنوان دیگه 4 به اضافه 1 شناخته میشن طرف گفتگوهای ما خواهند بود و اونها هستن که حالا با طرفهای دیگه هر طور که خودشون میخوان میتونن صحبت بکنن، ولی ما هیچ گفتگویی چه مستقیم چه غیر مستقیم با آمریکایی‌ها نداریم. در واشنگتن این سخنگوی کاخ سفید که میگوید آمریکا همچنان در را به روی مذاکرات مستقیم باز نگه می‌دارد. ما در حال حاضر پیش بینی نمی‌کنیم که مذاکراتی مستقیم صورت بگیرد، اگرچه آماده ای چنین مذاکراتی هستیم. مذاکرات غیر مستقیم در تاریخ دیپلماسی زیاد بوده. مهمترینش شاید مذاکرات سه‌جانبه رهبران کرواسی، بوزنی و صربستان که حاضر نبودند با یکدیگر مذاکره کنند. با پادرمیانی آمریکا 26 سال پیش این مذاکرات به 3.5 سال جنگ در بوزنی و هرزگوین خاتمه داده شد. اهمیت مذاکرات به قدری است که امروز وزیر خارجه فرانسه با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف درباره آن تلفنی گفتگو کرد. هر دو طرف از یکدیگر خواستند که در مذاکرات سازنده عمل کند. وزیر خارجه فرانسه از ایران خواست که از نقض بیشتر تعهداتش در برجام که میتواند مذاکرات را با مشکل تازه‌ای روبرو کند خودداری کند. او گفت فرانسه با انتظارهای زیادی از ایران در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. وزیر خارجه ایران هم در توییتی نوشته که از فرانسه خواسته به تعهداتش در برجام عمل کند. در مکالمه تلفنی با ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه از این کشور خواستم نقشی سازنده در مسئله برجام در نشست این هفته در وین بازی کند. از فرانسه خواستم که به تعهداتش در این توافق احترام بگذارد و تحریم‌های غیرقانونی آمریکا را اجرا نکند. توافق دیروز به گفته علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بن‌بست مذاکرات را شکست است. او گفته است که در صورت توافق برگشتن ایران به تعهداتش ممکن است 2 یا 3 ماه طول بکشد. مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید حدود 1500 تحریم که در دوران دولت قبلی علیه ایران اعمال شد کار را پیچیده خواهد کرد. همانطور که آقای بایدن رئیس جمهوری گفته، ما حاضریم به تعهداتمان عمل کنیم اگر ایران به تعهداتش عمل کند. بله، ما باید این کار دشوار را انجام بدهیم و یکی یکی آنها را بررسی کنیم تا ببینیم کدام تحریم‌ها با توافق هسته‌ای همخوانی ندارد و آنها را برداریم تا ایران بتواند از مزایای توافق هسته‌ای برخوردار شود. مذاکرات درباره برداشته شدن تحریم‌ها و برگشتن ایران به سطح غنی‌سازی در توافق هسته‌ای نیاز به زمان دارد. معلوم نیست که دو طرف بتوانند همه موضوع‌ها را تا قبل از 14 مرداد روز تحلیف ریاست جمهوری جدید در ایران حل و فصل کنند. کسرانجی بی بی سی. توماس کانتریمن معاون وزارت خارجه آمریکا در امور امنیت بین الملل در دولت اوباما از واشنگتن با ما هستند. آقای کانتریمن، دولت آقای بایدن در اول میگفت که باید ایران به اجرای برجام برگرده، بعد تحریم ها رو لغو میکنه، ولی حالا میگن که چنین انتظاری ندارن. چه اتفاق تازه ای افتاده؟ آیا این یک تغییر هست در موضع گیری دولت آقای بایدن؟ Well, we see the Biden administration's public statements. We do not. ما صحبت‌های عمومی دولت بایدن رو می‌بینیم، اما نمی‌دونیم به طور خصوصی به طرف‌های دیگه مذاکره چه گفته‌اند، به روس‌ها، به چینی‌ها و به اروپایی‌ها. اما اونطور که به چشم من میاد،
دولت بایدن یک حرف جدید زده، یه حرف تازه درباره میزان تحریم هایی رو زده که حاضر لغو بکنه و این اجازه داده که این روند شروع بشه. حالا دیگه ما فاصله گرفتیم از اون وضعیتی که هر کدوم میگه که طرف دیگه باید پیش قدم بشه. ما الان آماده هستیم برای بازگشت تدریجی دو طرفه طرفهای مختلف به طرف برجام. آسون نیست اما یک گام ضروری هست. حس میکنم اتفاقی که افتاد و دلیلی که این اتفاق افتاد این بود که دولت بایدن به طور خصوصی خیلی روشن‌تر مواضعش رو اعلام کرد به طرفهای دیگه. سرسختی دولت ایران یا سرسختی نهادهای در حاکمیت ایران باعث شد که از نظر شما دولت آقای بایدن کمی انعطاف نشون بده؟ نه، من چنین چیزی رو نمیگم. اون چه که مسلم هست این هست که در هر دو کشور ملاحظات و محدودیت‌های سیاسی خاصی وجود داره. در آمریکا رئیس جمهور یک اکثریت خیلی کمی رو در کنگره آمریکا داره. خیلی های دیگه مخالفش هستند. ولی من فکر میکنم در ایران وضعیت سخت‌تر هستش. بالاخره جو بایدن یک رهبر بزرگ و معظم نداره که بالا سرش وایستاده بهش چیزی رو دیکته بکنه. و در این حال در آمریکا یک انتخابات ریاست جمهوری هم قرار نیست که به زودی برگزار بشه. از این رو من فکر میکنم ملاحظات سیاسی دولت ایران بسیار دشوار کرده شرایط رو برای رئیس جمهور ایران و وزیر خارجه ایران در صحبت‌هایی که میکنن و در مطالباتی رو که از طرف مقابل میکنن. من فکر کنم اون چه که باعث شد آمریکا یک قدم به جلو برداره اینه که فکر کنم دولت آمریکا فهمیده که خودش رو در موقعیتی قرار داده که هر طرف میگفت تو اول برو، اون یکی میگفت تو اول برو و این نمیشد که بشه پیشرفتی حاصل بشه. من فکر نمی کنم که چون حالا ایران موضع سرسختانه گرفت یا تندروهای موضع گرفتن اتفاق افتاده. صرفا در دولت بایدن اینو فهمیدن که در عالم دیپلماسی وقتی شما یک کار میکنین جواب نمیده بعد برین یک کار دیگه بکنید. پیام هایی که از دو طرف دیده میشه به نظر شما برای شکستن بن‌بست کافی هست؟ It's not enough in itself. کافی نیست به خودی خود، اما یک شروع مناسبی است. اما کار سخت این نیست که الان شما به طور عمومی بیانیه بدین و حرف بزنین، بلکه صحبتی هستش که در مذاکرات خصوصی انجام بدید، نه مذاکرات رو در رو بین مقامات ایرانی و آمریکایی، بلکه مذاکراتی که از طریق واسطه ها واسطه های اروپایی و چینی و روسی انجام میشه. اما سیگنال های مثبتی که دو طرف دارن به همدیگه به طور خصوصی میدن باید بدل بشن به یک سری گام های پیچیده‌ای که دو کشور باید همزمان برای بازگشت به برجام بردارند تا بتونیم قراردادی رو زنده بکنیم که رئیس جمهور هر دو کشور میخوان زنده بکنند. برای همین من فکر کنم ما به طور عمومی و در سطح خبری مواضعی رو از طرف دولت ها نخواهیم دید که خیلی امیدوار کننده باشه، اما لازم هستش که دو طرف واقعا باید یه ذره از این لحن تندشون کم بکنن و اجازه بدن که این مذاکرات خصوصی بتونه منجر بشه به زنده شدن این توافق. میدونیم که جمهوری اسلامی در کنگره آمریکا دوستان زیادی نداره. کشورهای عربی، اسرائیل هم با سوءظن به عملکرد حکومت در ایران نگاه میکنن. با این اوصاف فکر میکنید که در چند ماه آینده کار به جایی برسه که دو طرف به برجام برگردند؟ It's impossible to predict. غیر ممکن هست که بشه پیش بینی کرد. من احساس میکنم نه، اجازه بدید اینطوری بگم، من دلم میخواد که ما به برجام برگردیم، چون فکر میکنم برجام هم برای ایران خوب بود، هم برای آمریکا خوب بود و هم برای امنیت کشور همسایه ایران خوب بود. برای همین من در حال حاضر خوشبین هستم، خوشبین تر نسبت به دو روز پیش هستم،
اما باید به شما تاکید بکنم که الان ما در یک فرایند بسیار پیچیده قرار داریم. تمام مذاکره کننده ها، روس ها، آمریکایی ها، اروپایی ها، ایرانی ها، چینی ها، همشون گفتن که این گامی که برداشته شد جلسه دیروز و جلسه های هفته گام های بسیار مهمی هستند، اما کار بسیار پیچیده و طولانی پیش روی ماست. ممنونم از توماس کانتریمن، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور امنیت بین الملل در دولت اوباما از واشنگتن دی سی با ما. معاون سیاسی سپاه پاسداران میگوید سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا، به دلیل تخلف و رعایت نکردن مقررات از مسئولیت فرماندهی کنار گذاشته شده. سعید محمد پیش از این گفته بود به خاطر احتمال حضورش در انتخابات ریاست جمهوری و در راستای آنچه سیانت از سپاه خواند از مقامش استعفا میکند. همزمان با اعلام استعفای سعید محمد، حسین سلامی فرمانده کل سپاه او را به سمت مشاور خود منصوب کرده بود. فرین عاصمی گزارش میدهد. سخنان یک مقام ارشد سپاه درباره برکناری این چهره، سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا، کسی که 2 سال در این سمت بود و اسفند گذشته با هدف شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده از سمتش استعفا می کند. در میت سردار محمد هستیم، انشالله رئیس جمهور آینده. این هم ویدیویی بود که در آن کاندیداتوری خود را اعلام کرد. راه سختی در پیش داریم ولی محکم انشالله. حتما انشالله. حالا یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، به خبرگزاری فارس گفته او به خاطر تخلف برکنار شده بود. سپاه به جد با ورود پاسداران و از جمله آقای سعید محمد به عرصه انتخابات بدون طی مراحل و فرایندهای قانونی تعریف شده مخالف است. منفک کردن سعید محمد از مسئولیت فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم به دلیل همین تخلف و رعایت نکردن مقررات از طرف ایشان بوده. یدالله جوانی گفته چون سعید محمد مسئولیت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا را داشته، عده‌ای تصور کردند شرکت او در انتخابات با حمایت سپاه است، اما این ارگان از سعید محمد و هیچ کاندیدای دیگری حمایت نخواهد کرد. ساعتی بعد از انتشار این صحبت‌ها، دفتر سعید محمد در اطلاعیه‌ای به آن پاسخ داد. آقای سعید محمد هیچ گونه تخلفی در خصوص فعالیت‌های انتخاباتی نکرده. او علت استعفای خود را نبود شایبه استفاده از موقعیت مسئولیت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا سپاه عنوان کرده. آقای جوانی مسئولیت سخنگوی سپاه پاسداران را ندارد و تحلیل شخصی خود را به عنوان یک شخصیت حقیقی عنوان کرده. حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی بی سابقه نیست. بسیاری از تحلیلگران میگویند انتخابات پیش رو بیشترین کاندیداهای نظامی را دارد. علاوه بر سعید محمد، زمزمه‌های غیر رسمی از حضور حسین دهقان، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و وزیر سابق دفاع، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، رستم قاسمی وزیر سابق نفت و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه هم شنیده می‌شود. علی لاریجانی و عزت الله زرقامی هم گزینه‌های محتمل دیگری هستند که سابقه حضور در سپاه را دارند. حالا من اینا را تحلیل بدم اینجا به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سازمان عریض و طویل و پرقدرتی است که در نخستین روزهای بعد از انقلاب ایران در سال 57 با فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی تأسیس شد. استفاده می‌کنیم این 4150 پروژه عمرانی را. این سازمان علاوه بر فعالیت‌های نظامی در داخل و خارج از ایران، فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای هم دارد. از جمله فعالیت‌های سیاسی سپاه، نقش بحث برانگیزان در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. اونها به چه دلیل این همه اصرار دارند که سپاه و بسیج تحت عنوان نیروهای نظامی نباید به هیچ وجه در انتخابات دخالت بکنند؟ نباید دخالت بکنیم تا اونها بتونن کار خودشون رو انجام بدن و مزاحمتی برای اونها سپاه و بسیج نداشته باشن. آمدند. میزان قدرت و اختیارات سپاه از موضوعاتی بود که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته هم درباره آن بحث شده بود. سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذرم باشه فاسد میشه، سلمان هم باشه فاسد میشه. برخی تحلیلگران معتقدند مصاحبه یدالله جوانی و اعلام اینکه سعید محمد از سمتش برکنار شده، استراتژی سپاه برای کنار زدن او از رقابت جدی با کاندیداهای دیگر سپاه است.
برخی هم معتقدند سپاه می‌خواهد به این وسیله بگوید کاندیدایی ندارد. از طرف دیگر مدتی است بحث جانشینی رهبر جمهوری اسلامی مطرح است. در حالی که بخشی از جامعه تمایلی به رأی دادن در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری نشان نمی‌دهند، اما حضور احتمالی پرتعداد کاندیداهای سپاهی آن را با اهمیت کرده. فرین آسمی، بی بی سی. در ایران برخی زنان کرد از ناچاری کول بری می کنند. یکی از آنها که 65 سالش است می گوید 25 کیلو بار حمل می کند. زنان کرد می گویند اجناسی که می برند قاچاق نیست و معمولا نان محلی می پزند و به عراق می برند. به گفته سایت کولبر نیوز در سال گذشته 75 کولبر کشته شدند که اکثرشان بر اثر شلیک ماموران ایرانی بوده. پرهام قبادی گزارش می دهد. صدای نفس نفس زدن زانیار، کولبر کرد، زیر سنگینی باری که به کول می کشد، در دل کوه. در برف و سرمای جانسوز، راه همیشه هموار نیست. گاه از سینه کوه بالا می روند که یک لغزش به معنای مرگ است. گاه سراشیبی های خطرناک پیش روست. اول بار را پرت می کنند، بعد خودشان سر می خورند. برای به دست آوردن روزیشان به دل شب می زنند. شب ساعتی چوار فرکان خیلی کول بری مجیانی کرد امی اصلا پیش رو قتلگاه. کولبرها نام اینجا را قتلگاه گذاشتند، جایی که می گویند جانهای زیادی گرفته. او دانه یک سره بر بو مرزبانان مسلح در کمین نشستند. این بار شانس یارشان بود، اما همیشه خوش اقبال نیستند. زانیار که 27 سالش است به ما گفت از کودکی کولبری را شروع کرده. 14 سال مشغول کولبریم و از مجبوریم شغل کولبری را انتخاب کردم، چون از سن 13-14 سالگی چون از خانواده خیلی فقیر بودیم مجبور شدم روی بیارم به کولبری. حتی بعضی موقع که غروب ها از مدرسه برمیگشتم فورا سوار مینیبوز میشدم و میرفتم مرز. همه کولبرها البته مرد نیستند، زنان هم به اجبار به این کار رو آوردند. این زن 65 ساله شوهرش را از دست داده و باید نان 5 فرزند را بدهد. برای درآمدی ناچیز به کاری مرگبار تن داده. مجبور نه مثلا ضرورت خرج زندگی برنمه و تنیه نه نه پیامن نه کرومن نه هیچ کسی نیا کارم پیکر مجبور نه و کار فرم پیون زندگی و برباد. ما تقریبا جلبیان یه رسال زاری جلبیان چوار سال جلبیان رسال زاری بفرو کما وقتن مثلا هیچ منارن چیروری اطلاعاتی و منارن هر دوستال زاری ما بیان جلبیان چو گرفتشل منارن چوار سال زاری ما بیان. زنی که زمان بازنشستگیش است ده ها کیلو بار جا به جا می کند. ننکی برشمی و میوه او اختامه میوه تر مثال جارن 20 کیلو پتلاتی رو مرمی جارن 25 کیلو مرمی اپاسی چیوی اچامنی نخو چیوی این من چی قچاق نمرمی نه چی گو قچاق برمی نه چو گو قچاق مرمی. زن سالمند دیگری هم میگوید ناچار شده به این کار پرخطر تن بدهد. فیلمر والا عرفتن کیو دفن بی ضابلا کن بیکاری نیم کیو شد از گیر بو گیر بردی
یعنی بیکارینی گرفتارینی بات من یا بلاحی جلی کلا باری کلا باری که قوان ما بیر البسی دیتر بیر بیر وردی انا اینو من کولینا دارو بیر وردی بابا. کولبر نیوز که یک وبسایت پیگیر امور کولبران است میگوید در سال گذشته 75 کولبر کشته شدند و 153 نفر زخمی. از این 75 نفر اکثر آنها با شلیک ماموران ایرانی کشته شدند. 52 نفرشان. 7 نفر هم با گلوله ماموران ترکیه. بهمن و سرمازدگی هم جان 7 نفر را گرفت. 4 نفر در رودخانه غرق شدند و 1 نفر هم بر اثر سقوط از کوه جانش را از دست داد. آمار کانون حقوق بشر کردستان تقریبا همین تعداد کشته و زخمی را نشان می‌دهد. بعضی از زخمی شدگان مادام العمر زمین گیر می‌شوند. هستند کسانی که دو پایشان را بر اثر تیر خوردن از دست دادند یا دست و پایشان به علت سرمازدگی قطع شده. آثار بارهای سنگینی که به دوش می‌کشند حتی بر تن کسانی که ظاهرا سالم هستند دیر یا زود نمایان خواهد شد. من خودم 14-15 ساله که کولبری میکنم. منان مشکل تاندون پام کش اومده که دکتر 6 ماه برام استراحت گذاشته، ولی استراحت که هیچ، مجبوریم بریم کولبری چون پولی هیچی نیست. بعد 2 ماره پشتم که باش شده. زانیار به ما گفت فقط کردها نیستند، مردم مرزنشین ایران در فلاکت با هم شریکند. وقتی که جنگ میشه اولین مناطقی که بمباران میشه مناطق مرزنشینه، ولی متاسفانه بیشترین ظلم هایی که شده به مناطق مرزنشین است، از جمله کردستان، اهواز، از جمله سیستان و بلوچستان که خیلی بهشون ظلم شده، اصلا قابل مقایسه نیست. زانیار میگوید از همه قشری در میان کولبران هست. خیلی از کولبرا هستن که لیسانس دارن یا فوق لیسانس یا حتی دکترا هم دارن که مجبور شدن بیان کولبری کنن و حتی ورزشکارای مدال آور هم روی آوردن به کولبری. بعضی هم صدای خوش دارند و چه اشتراک همهشان اما ناچاری است. پرهام قبادی، BBC. سینما ایران در دهه های 1320 و 30 بخشی از رونقش را مدیون حضور خوانندگان معروف برنامه رادیویی گلها بود. همزمان در خیابان لاله‌زار در تهران سبکی به راه افتاد که اون رو کوچه بازاری مینامیدند. فرج بالفکن در ششمین قسمت از مجموعه گزارش‌هاش درباره موسیقی ایران در یک قرن گذشته تلاش کرده گوشه ای از خاطره‌های شادی آفرین آن دوران را بازگو کند. عروسی می‌کنی شویت مبارک، حنا بر دست و بر مویت مبارک، گیشه سینمای ایران در دهه های 20 تا 40 بیش از هر چیز وامدار ستاره های موسیقی رادیو بود. نوازندگان و خوانندگان برنامه گل ها هم که به موسیقی سنتی مشغول بودند، سینما را رسانه راحت تری برای ارتباط با عام مردم یافته بودند. می روی من می شدم با نان دمسا، ای دو زلفت دو زنجیر برا، ریزت از قامت نازواد در میانه خط سینه تو، می درخشد گلو بند طلا تا بگردون. جامعه ایرانی بیرون آمده از جنگ و نارامی های آن دور خسته بود و بیش از هر زمانی نیازمند شادی. همزمان دانش آموزان هنرستانی آن موقع پیش از آن که بعدها مفهوم موسیقی پاپ را دگرگون کنند مشغول دستگرمی بودند. فکر میکنم 10-11 سالم بود، رفتم هنرستان. اولین خواننده‌ای که من باش به قول موزیسیان هم میگن خالتور داریم این هفته، یعنی که برنامه داریم جایی بریم بزنیم، اولین خالتوری که من رفتم با آقای روانبخش خدا بیامرز بود. Thank you.
مه زیبا عالم چه دانی. با ایشون رفتیم عروسی، دیگه از اونجا شروع شد و یواش یواش راه پیدا کردم به رادیو اینا. ولی در شروع همونجور که گفتم من اول ترکی می‌زدم، عروسی‌های ارمنی می‌رفتم. تا 14 15 سالگی من اینور اونور پدرم می‌برد منو یا می‌داد دست این ارکسترایی که ارمنه عروسی داشتن. تا صبح ما می‌رفتیم، تا ساعت 5 6 صبح. منم جوان بودم، بعد مثلا اونا مثلا 50 سالش بود، من 15 سالم. تا صبح ما با عده میزدیم، اینا هم خودشون هم عرق میخوردن و ارمنی هم که تا صبح میزنن و میرقصن و میخورن. در همین ایام در خیابان لاله‌زار تهران سبک دیگری در حال شکل گیری بود که به موسیقی کوچه بازاری معروف شد. خاصگاه این ترانه های عامیانه به غیر از کوچه و بازار، کافه ها و کاباره های به اصطلاح پایین شهر تهران بود. این ترانه ها خیلی زود هم دهان به دهان می شد. ترانه هایی که همجون موندگاره و هنوز هم استقبال میشه، اون که من می بینم، این ترانه ها زبان حال دل مردمه، زبان حال مردم عادی ممکن، یعنی کسی که دنبال شادی و دنبال احساس و دنبال عشق این چیزها رو میپذیره، به دلش میشینه و همینطور هم تو ادامه داره. بس که تو زدی مرا هرگز نمیبخشم تو را. اما بسیاری از آهنگسازان این نوع از ترانه ها را که بیشتر متوجه احساسات عامیانه است مصرفی و زودگذر می دانند. شیشه هفتش را مثل شیر می مونه، شیر توی فروشگاه. تاریخ مصرفش تموم بشه بود می ریزن دور. شیشه هشت هی می سازن برای اینکه خواننده ها برن پول در بیارن. جایی نداره شیشه هشت. اصلا کار هنری نیست. شیش و هشت رو ببین. توی اون موقع توی ایران باز این یه خاطره است، مادرم اینا به نوازنده می آوردن خونه برای تولد یا مولود چیزی، می گفتن 14 بزن. من می گفتم خدای 14 بزن چیه؟ اینا آهنگو شاد می زدن. بعدن که اومدم موسیقی رو یاد گرفتم، من می دیدم اینا 6 و 8 رو جمع کردن شد 14، گفتن 14 بزن. پس این یه آهنگ آهنگای مصرفیه. من هنر تو این کار نمیبینم. خب بچه ها حاضرین؟ من زیرم. مواظب باشین اشتباه نکنین ها. حاضر؟ یک دو سه. برگردیم به پرده نقره سینما و فیلم های گیشه پسند آن موقع. اگرچه بعضی وقت ها مثل همین یکی ترانش ماندگار شود. فرج بالفکن، BBC. این مجموعه گزارش‌های فرج بالفکن در شب‌های آینده هم ادامه خواهد داشت. فهم سپینود خواننده ایرانی ساکن آمریکا به زودی اولین آلبوم رسمی خودش به نام دغدغه‌های من رو منتشر خواهد کرد. موزیک ویدیوی گیسو یکی از ترانه‌های این آلبوم امروز منتشر شده. او این اثر رو تقدیم کرده به همه زنانی که با زیستنشان بر معنای زندگی افزودند. دلش میلرزه آروم، خودشو لای موهای تاریکش میپیچه اما میخنده آروم، داره رو آتیشا پا برنه
گنجه نباید میدونه آخرش به همون جا ختم میشه وسط بی نهایت دلش نمیخواد از حق خودش پایین بیاد کسی سر راهش نیست میخواد قایم بشه تو خواهش دل خودش خیلی بی خیال و راحت میترسم ولی میخندم به این بازی که میمونه به یادگار میترسم ولی میخندم به این بازی روزگار میدونم که این یه لحظه است که میمونه به خندم به این بازی روزگار میدونم که این یه لحظه است که میمونه به یادگار. بخشی از آهنگ گیسو رو شنیدید، خواننده اون سپینود، خواننده ایرانی ساکن آمریکا که به زودی اولین آلبوم رسمی خودش رو منتشر میکنه. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. ممنون که این برنامه رو تا آخر تماشا کردید. این برنامه و همینطور برنامه‌های قبلی ما در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور روی کانال ما در یوتیوب قابل دیدن و قابل پیگیری هستمون. همیشه میتونید به وبسایت ما مراجعه بکنید. سپاسگزارم از همراهی شما.